دکتر هدیان، در مورد نوزاد تازه وارد و ارتباط ها صحبت می‌فرمایید. بله. در این زمینه اگر مطالبی دارید لطف کنید و بفرمایید. بله، مطالب خیلی زیاده خانم قرمقامی. من خیلی خوشحالم که درباره این مسئله دارم صحبت میکنم. منتها همونطوری داشتیم صحبت میکردیم، مسئله‌ای که من خیلی به خودش جلب میکنه اینه که اصولا در زندگی یه کارهایی هستش که ما میتونیم درباره زندگیمون بکنیم، یه کارهایی هم هست که نمیتونیم انجام بدیم. درست. و مسئله مهمی که هست اینه که سعی بکنیم، حالا من خودم سعی میکنم، البته من چه نقشه این که به کسی دستور بدم که باید چه کار بکنم اصلا در خودم نمیبینم، نه با سن سالی دارم که دارم نه با تجربه که دارم، ولی خودم اون چیزی که تو زندگیم یاد گرفتم اینه که سعی میکنم که اگر در رابطه‌ای که دارم با شخصی مسئله من ناراحت میکنه، در همون موقعیتی که اون مسئله داره ایجاد میشه درباره‌اش صحبت بکنم با اون کسی که مورد اشکال هست با من. بله. و لازم نیست کسی رو بکشم، اگه خیلی عصبانی هستم میتونم حداقل درباره‌اش صحبت کنم که من این چیزی که داره اتفاق میفته دوست ندارم. آها. مثل همون بچه کوچیکی که به مامانش میگه من دوست ندارم این بچه دوم که داره میاد، میخوام اینو از بین ببرمش. آها، میفهمم. بعد نقش جامعه و نقش کسایی که بزرگتر از ما هستن اینه که اگه بخوام بذارن که یه مقداری ماها آروم باشیم، بذارن که ما حرفمون رو بزنیم، که اگه ما توی زندگیمون که داریم بزرگ میشیم دیدیم که مادرمون یا پدرمون جلومون رو خیلی سد نکرد با اینکه وقتی ما میگیم ما اینو دوست ندارم، این بچه رو اگه کتک نخوردیم و دست مامان پاپا، باعث میشه که بعدا یاد بگیریم که تو زندگیمون میشه آدم ابراز خشم و نگرانشو بکنه و تنبیه نشه. بله. و وقتی هم که ابراز کرد، اون ابراز کردن خیلی جلوگیری میکنه از خیلی بیماری ها. بله. جلوگیری میکنه از زخم معده، جلوگیری میکنه از بیماری های تغذیه‌ای، جلوگیری میکنه از بیماری های خواب، خیلی کمک میکنه. اصولا مسئله‌ای که من خیلی بهش اعتقاد دارم اینه که در هر ناراحتی و نگرانی بهتره که آدم درباره اشکالش صحبت بکنه. آها. در موقعی که اتفاق میفته. بله بله. خب فولی به قول معروف. بله بله. و اگه اون عمل ایجاد نشه و اون رابطه ایجاد نشه، باعث میشه که در آینده یک سری لایه‌های مثل لایه‌های پیاز رو هم جمع میشن. بله. جمع میشن و بعد یه دفعه آدم میبینه که تو رابطهش با یه نفر اصلا نمیدونه چرا از این شخص دیگه نمیتونه بهش نگاه بکنه. وقتی صبح بلند میشه یا اینقدر انباشته شده، خودش هم نمیدونه. بله بله. خودش هم نمیدونه که اینا منشأ خیلی از بیماری های روحی هستن، به غیر از البته در رابطه با مسائل آنزیمی و هورمونی و ترشحات مغزی که همه اینا با هم دیگه در حالت ادغام هست. بله بله. اون اصولا خیلی مهمه. و دکتر هدیان اشاره فرمودید به این که اگر خودمون در بچگیمون چنین و چنان نشده باشه. بله. فرض رو میگیریم که من یا همسر من پدر و مادری هستیم که در طفولیتمون با ما چنین و چنان شده. آها. اگر درد خود رو ابراز کردیم، تنبیه شدیم، اگر حرفی خواستیم بزنیم جلوش رو گرفتن. حالا با آگاهی که از گفته های جنابالی پیدا میکنیم، میخواییم بچه خودمون رو اینطور تربیت نکنیم. به او اجازه بدیم که ابراز بکنه ناراحتیش رو و بذاره که مورد بررسی قرار بگیره. چه مشکلی من پیدا میکنم که این بک‌گراند رو دارم؟ right. و چه نصیحت هایی برای من دارید به عنوان مادری که مشکلی در طفولیتش داشته؟ که انشالله اگه به سلامتی پدر مادر زنده هستن، وقتی که با هم جمع میشیم بعضی وقتا به غیر از این که درباره برنامه رادیو تلویزیون و آب و هوا و کی داره میاد بالا کی میره پایین و نهار چی خوردن و شام چی بود و مهمونی چطور بود، یه کمی هم درباره احساسای خودمون نسبت به پدر مادر خودمون، حالا هر چند سالمون که هست هیچ فرقی نمیکنه. وقتی مسئله پیش میاد، ما هم همون بچهای 2 ساله و 3 ساله هستیم که کمی قدمون بزرگ شده و پوستمون باز شده و تجربه‌مون تو زندگی بیشتر شده. درسته. منتها احساسات نفرت و خشم و عشق و لذت همونایی هستش که بچه 5 ساله هم داره. خب. یا آدم 85 ساله و 90 ساله هم همون داره. دقیقاً. و امیدواریم که اگه پدر مادرامون زنده هستن، بشینیم باهاشون درباره مسائلی که ایجاد میشه بشیم صحبت کنیم، نه اینکه برنجونیمشون، ولی بگیم که چی اشکال هست بین رابطمون،
چی باعث میشه که ما رو برنجونه، چی باعث میشه که ما بعضی وقتا یه طوری رفتار بکنیم که اونا بگن با بچه من چه شده، چرا اینجوری داره رفتار میکنه. اینا رو با هم حرف بزنیم. این حرف زدن ها خیلی چیزا رو میاره بیرون که باعث میشه که راه باز بشه برای قدمای بعدی تو رابطه همون با پدر مادر، با اجتماع، با آدم ها، با زن، با شوهرمون، با دوست دخترمون، همه این باشه. بله، توصیه میکنم دکتر احدیان که خانواده دور هم جمع بشید و به غیر از مسائل کوچک ظاهری به ارتباط ها و عاطفه ها و نفرت ها و خشم ها بپردازید و در این زمینه با هم گفتگو کنید.